درود به همیانان گرامی خودم، سپاسگزارم که امروز هم میتونم پهلوی شما در کنار شما باشم و برنامه جدیدی به شما ارائه بدم. امیدوارم که همراه من تا آخر برنامه باشید. از خانم عبدی و یاران تلویزیون ایرانی آریایی هم سپاسگزارم از برنامه های خوبشون. اگر در خارج از کشور هستید، هفته جدیدی رو آغاز میکنیم، هفته ای که امیدوارم برای همه ما پرثمر و پر از بهره باشه. درود میگم به بینندگان تلویزیون ایران آریایی و دوستانی که در این مدتی که من در این تلویزیون هستم با یاری خودشون به من نشون دادن که با افکار و اندیشه هم تنها نیستم و به من نشون دادن که در کنار من هستن و از من یاری میکنن. دوستان عزیز، من در هفته که گذشت سعی کردم برنامه هایی به شما ارائه بدم، برنامه هایی که تکراری نباشن و من در این مسئله بسیار حساس هستم و تلاش میکنم هر بار که در کنار شما هستم در رابطه با نکته خاصی صحبت کنم و به شما نشون بدم که برنامه هایی که با شما دارم برای من ارزشمنده. امیدوارم اگه انتقادی از برنامه من دارید، اگر راهنمایی دارید، حتما با من تماس بگیرید. من در فیسبوک تماس گرفتم و من بسیار راحته، www.youtube.com/farabahram میگم در بایگانی شده، در فیسبوک هم آیدی من هست همین خسرو فرابهر KHO. حتی میتونید با من تماس بگیرید. اکنون 21 تیر سال 1190 تازی یا همون 2570 شاهنشاهیه و 12 جولای سال 2011. 21 تیر، درسته که 3 روز از 18 تیر گذشته، ولی خب من چون در روز برنامه نداشتم فکر کنم روز کمی برنامه رو در رابطه با 18 تیر آغاز کنم و به این مسئله پردازیم. مسئله که وقتی که من نوجوانی بودم، کودکی بودم در ایران و اون صحنه دیدم که دلیران و بزرگان و پهلوانان ایران زمین رو میکشند، اعدام میکنند، صحنه ای که یک کودک، یک نوجوان و نسل من کلا، نسل سوخته من، این صحنه در ذهنش همیشه خواهد بود تا روزی که از دنیا بریم. من کودکی بودم در کشور پادشاهی ایران، کودکی بودم که برای من پلیس و یا سرباز و یا افسر ارتش یا ژاندارم برای من ارگان‌هایی بودن که به اونها میتونستم اعتماد کنم. برای من اونها وحشت انگیز نبودن، مثل امروز نبود که جوانان داخل ایران وقتی که اسم پاسدار یا بسیجی میاد، نیروی انتظامی اسمش میاد، فقط یاد شلاق و شکنجه و تجاوز میفتن. دوستان جوانانی که از من سنشون کمتره، من خب میان سال هستم، برن از برادر بزرگترشون، از پدر مادرهاشون، از بزرگهاشون بپرسن، یا از همین نسل سوخته من که خب کودک بودیم یادمون هست، واقعا پلیس در زمان پهلوی چی بود؟ ما بانوانی داشتیم که پلیس بودن، ما پلیس هامون نیروی انتظامی هم شیکفوش، مهربان، خوشبرخورد، همیشه برای خدمت به همشهری، به همیهنش آماده و هیچ کس ترس و لرزی به این صورت که من شنیدم وقتی در جمهوری اسلامی الان وقتی این پاترول ها هستن، چی این جیپ های سیاه که دارن، به من میگن اصلا وقتی اینا واردی خیابان میشن سکوت مطلق و اوج تنفر و نفرت از اینها در صورت همه ایرانی ها دیده میشه. آیا واقعا زمان شاه همین بود؟ ارتش ایران هم همینطور بود. ارتش ایران مایه افتخار بود. ارتش ایران وقتی در جشنهای 2500 ساله قوانشاد شاهنشاه آیامه آن کار بزرگ رو کرد که خاری در چشم دشمنان ایران زمین بود و سر همون جشنهای 2500 ساله چه فحاشی های جبهه ملی ایران، طرفداران مصدق، نهضت به اصطلاح آزادی مهدی بازرگان، حزب توده که داشت خودکشی میکرد، سازمان مجاهدین که میخواستن اونجا بمبگذاری کنند و از این توهین هایی که سر اون جشنهای 2500 ساله نشنید. ولی اون جشنهای 2500 ساله محمد رضا شاه پهلوی آیامه کاری کرد این بود که اومد تمام سران اروپایی، شاهزادگان، شاهان، رؤسای جمهور، نخست وزیران کشورهای اروپایی، آفریقایی، آسیایی، از قاره آمریکا رو بود اونجا نشون، برای اونها رژه داد تاریخ ارتش ایران زمین رو و پیوند داد سربازان هخامنشی رو، پیوند داد آریابرزن رو،
پیوند داد خواهر قهرمان او یوتا رو به مردان و بانوان ارتش شاهنشاهی ایران. صده‌های مختلف این ارتش رو چه شکوهمند، چه باوقار، چه زیبا، چه پر از افتخار در پارسه، هم پارسه‌ای که ما بهش تخت جمشید میگیم که الان زیر آب رفته و من برنامه‌ای داشتم یک بار در کنار خانم عبدی با هم در برنامه خودم از زیر آب رفتن پارسه برای شما نشون دادم، صحنه‌های دلخراشی که گفتم تو 10 سال دیگه صدماتی که به این پارسه خورده در 2500 سال گذشته ببخشید 2300 سال گذشته از زمان حمله اسکندر مقدونی تا به امروز اینقدر به صدمه نخورده. در پارسه ارتش ایران زمین رو رژه داد و نشون داد به جهان و جهانیان که ارتش ایران پیوندی ناگسستنی با مردم ایران داره. وقتی من کودکی بودم و میدیدم قهرمانان ارتش شاهنشاهی رو، پهلوانان ایران زمین رو، آقای نوریزاده و یارانش، آقای سازگارا و یارانش، جبهه ملی و یارانشون، آقای مهدی بازرگان و یارانش، آقای حادثه جوادی و یارانش و آقای چمران و یارانش که خودشون برادران ابو عمار فلسطینی خطاب میکردن و همون جایی که اون پهلوانان ما رو کشتن یاسر عرفات ابو عمارشون رو بردن سخنرانی کنه، وقتی من میدیدم در مدرسه ادبی پهلوانان ایران زمین رو این اشخاص اینگونه میکشن، تیمسا رحیمی رو، خسرودادمون رو، جهانبانیمون، عقاب آسمان ایران زمین رو، و بعد دیدم که چند سال بعد با اینکه این مردم اینگونه ناجوان مردان شیران بیشه ایران رو سلاخی میکنن، ولی باز این ارتش پیوند خودش رو مردم نگسست و در 18 تیر 59 حماسه آفرید، همانند حماسه آیاوزن، همانند حماسه یوتا، همانند حماسه بابک خرمدین، همانند حماسه مازیار، همانند حماسه جلال الدین خوارزمشاه، همانند دلیران تنگستان، همانند ستار و واقع‌خان، همانند تمام پهلوانان گمنام ایران زمین که شاید ما نامشون رو ندونیم ولی میدونیم که خاک ایران از خون اونها گلگون شده. وقتی دیدم این ارتش با اون همه فحش و توهین هایی که علیرضا نوریزاده ها، مسعود بهنوت ها، قدم به موسای جمهوری اسلامی در اون سالهای 57 و 58 و 59 به اونها میدادن، باز هم حماسه آفریدند، باز هم حماسه آفریدند و رفتند و کشته شدند. و من یادم نمیره در 20 تیر ماه سال 59 ابوالحسن بنی سعد فرزند یک آخوندزاده محضردار اومد در تلویزیون جمهوری اسلامی با اون لبخند رذیلانه و پست ملیجکوار خودش که من را یاد لبخند کریم شیرهی ناصرالدین سلطان انداخت نشسته بود و دستش رو به علامت ویکتوری جلوی دوربین گرفت و دوتا از قلچماقهای خمینی چپ و راستش نشسته بودن و فریاد زد افتخار میکنم مزدوران را دستگیر کردم و پس از اون در 65 روز کشتار و قتل عام سربازان نیروی هوایی ایران زمین، پهلوانهای نیروی هوایی ایران زمین، پهلوانان ایران زمین و نه تنها اونها بلکه عده‌ای از بانوان، لباس شخصی منظورم این بسیجی‌ها نیست، یعنی آدمایی که سیویل بودن، نظامی نبودن را آغاز کردن. یادمون نره فرهنگ، ببخشید، پسر 19 ساله هنگنوری رو به جای پدرش اعدام کرد. آقای ابوالحسن بنی سعد شما شرم و حیا نداری که میری در وایس آف آمریکا و اسم خودت آزاد مرد میذاری؟ تو اینقدر بی شرم و حیایی که اومدی پسر 19 ساله سرهنگ نوری رو به جای پدرش اعدام کردی، خجالت نمیکشی؟ خجالت در تو نیست؟ وایس آف آمریکا تو شرم و حیا نداری؟ کار هم داره وایس آف آمریکا، شما شرم و حیا ندارید؟ آقای کامبیز حسینی جوان پارازیتی دلار جلوی چشم تو گرفته؟ شرم و حیا نداری که اقلا این سوال انتقادی رو از ابوالحسن بنی سعد میکردی؟ چرا پسر 19 ساله سرنوری رو به جای پدر اعدام کردی؟ پسر 19 ساله رو میکشن به خاطر اگر هم گناهی بود پدر؟ نمیدونم صحبتهای من به دل همیهنانم میشینه، آیا صدای من رو میشنوند؟ آیا واقعا صدا به دل همیهنانم میرسه؟ آیا دلهای ما انقدر سنگ شده که یادمون رفته؟ فراموش کردیم؟ آیا فراموشی این تاریکی قبرستانی دلهای ما رو به سنگهای قبرستان
قبرستان ها تبدیل کرده. آیا واقعا اینه؟ 5 میلیون 7 میلیون ایرانی خارج از کشورن. لعنت و نفرین بر من و تو باد، لعنت و نفرین بر من و توی که خارج از کشوریم و عرضه نداشتیم یک بار یک تظاهرات 200,000 نفری 300,000 نفری 400,000 نفری را بندازیم. چرا 400,000 نفر نباشن به مناسبت پهلوانان 18 تیر که در خون خفتن؟ ما اگه عرضه اینو داشتیم که پاریس میرفتیم، حالا 100,000 نفر پیشکشمون، 50,000 نفر جلوی خانه ابوالحسن بنی صدر تظاهرات میکردیم در فرانسه، میرفتیم جلوی در پاریس جلوی وزارتخانه کشور فرانسه تظاهرات میکردیم، نمیگم 200,000 نفر 50,000 نفر از همین اروپا، اعتراض میکردیم به این که چرا اجازه میدی ابوالحسن بنی صدر آنجا خانه نشین باشه و پاسخگوی جنایت خودش نباشه. اون موقع میتونستیم بگیم سربلند هستیم. آیا ما واقعا فرزندان کوروشیم؟ آیا ما میتونیم به خودمون نام فرزندان کوروش رو بدیم؟ آیا ما میتونیم به نام فرزندان زرتشت و کوروش و داریوش و شاپور بزرگ، شاپور یکم رو میگم، شاپور دوم هم شاپور بزرگ بود، آیا ما فرزندان مهراد اول و دوم اشکانی هستیم؟ آیا ما فرزندان سورنا هستیم؟ آیا ما یه مش ایرانی برونمرز که فقط بلدیم بلاسیم و بنازیم با تاریخ ایران، بلاسیم و بنازیم و بخوریم و بخوابیم و پول در بیاریم و خوشی کنیم، وقتی هم که پاش در میاد بگیم ما فرزندان کوروشیم؟ شرم بر ما باد. 32 سال خارج از کشورم، ببخشید از 1983 خارج از کشورم، تن من یک بار خانم آقایون ببخشید درد دل میکنم، من روز پنجشنبه برنامه‌ام دفاع از ساسانیان بود، من عادت ندارم صحبت‌های تکراری بکنم ولی امروز درد دل دارم با شما. پنجشنبه برنامه‌ام بر مبنای اسناد تاریخی دفاع از ساسانیان بود، چهارشنبه هم دفاع از ساسانیان بود و برنامه افشای من درباره علیرضا نوری‌زاده، پاسخ من به مسعود بهنود، پاسخ من به آخوند اشکبری را همه دیدید، دیدید که با سند صحبت میکنم ولی امروز با شما درد دل دارم. از 1983 در خارج از کشورم. یک بار به یکی از دوستانم در وین 2 نفری تظاهرات کردیم، دستم رو میگیرم اگه صدا به شما نمیرسه، 2 نفری جلوی مجلس وین، مجلس ببخشید پارلمان وین، مجلس شورای ملی وین، 2 نفری با یکی از رفقام در زمستان تظاهرات کردم، 2 نفر بودیم. در این وین چندی در این وین چندین هزار ایرانی هستن. حالا حق دارم بگم شرمنده و ایرانیان برمزی که فقط میخوابن و میخوابن و باد در قبقب میندازن و فکر میکنن با کراوات زدن آدم شدن. آدمیت در این نیست، انسانیت در این نیست. ما همه رفتنی هستیم، همه ما رفتنی هستیم، کفن جیب نداره. خانم آقایون، آیا ما عرضه اینا نداشتیم در همین اروپا؟ حالا با آمریکایی‌ها کاری ندارم، در همین اروپا یه بار تظاهرات 50,000 نفره جلوی وزارت کشور فرانسه جلوی خانه بنی صدر بذاریم به یاد پهلوانان و قهرمانان ارتش شاهنشاهی ایران در 18 تیر؟ آیا بچه اگه اشتباه نکنم نه سخنی از 18 تیر 59 گفت، نه سخنی از قیام دانشجویان ایران زمین 18 تیر 78 گفت؟ آیا ما ایرانی ها خجالت نمی کشیم که هنوز میگیم کودتای نوژه، اسمی که جمهوری اسلامی روی قیام پایگاه شاهرخی گذاشت، اسمی یک بسیجی رو میذاریم، اسمی یک بسیجی کثیف رو، یک مزدور خمینی رو میذاریم روی قیام دلاوران و پهلوانان ایران زمین، به جایی که بگیم قیام شاهرخی میگیم کودتای نوژه؟ پوزش میخوام اگه صحبتهای من زشته پاسخ بدید. من کودکی بودم و هرگز یادم نمیره که خودم رو بیپناه احساس کردم وقتی بنی صدر اومد و جلوی دوربین گفت گرفتیمشون و چه لبخند کریهی داشت. چرا وایس آف آمریکا و اون جوان پارازیتی و دیگر خبرنگاران مزدگیر اونجا وقتی بنی صدر در وایس آف آمریکا بود این سوال رو نکردن؟ آیا ما غیرت نداریم؟ آیا ما شرافت نداریم؟ چطور میشه وقتی شاهزاده رضا پهلوی رو به ورسابان ببخشید به بی بی سی دعوت کردن برای مصاحبه، ببخشید برای دادگاهی کردن، نه ببخشید
برای به صلیب کشیدن رضا شاه دوم یا شاهزاده رضا پهلوی، هر اسمی میخواید روش بذارید، وقتی که شاهزاده رضا پهلوی رو چند ماه پیش برای به صلیب کشیدن به وایس آف آمریکا دعوت کردن و آقای عنایت فانی که زنجیرش رو رها کرده بودن انگاری داره تمام خاندان پهلوی رو به دادگاه میکشه، خب آقای عنایت فانی چرا یک بار مزدگیران آقای خمینی رو در تلویزیون بی بی سی هم هستن، چرا اونها رو یک بار هم از شاهزاده رضا پهلوی انتقادی مصاحبه کردی؟ خوشحالی هم نداره دموکراسیه، ولی من نمیبینم تو یه بار عنایت فانی نیای همچین مصاحبه‌ای رو بنیستر بکنی. اینجاست که من میگم شما مزدگیر بیگانه هستی، اینجاست که میگم استاد آمریکا مزدگیر بیگانه است. اگه کسی حرفای منو باور نداره دوستان، نمیدونم صدای من رو داشته باشید، پاسخ بدید برای چی امروزم صدامو دارید؟ نه که میدونم تلویزیون پخش میشه، میدونم داره پخش میشه، ولی میخوام صدام پژواک داشته باشه، نمیخوام با دیوار صحبت کنم، نمیخوام با سنگای قبرستون صحبت کنم، نمیخوام وقتی میام جلوی تلویزیون با شما صحبت میکنم احساس کردم دارم رفتم ابن بابه یا بهش زهرا با سنگ قبر صحبت میکنم که پژواکی نداره. برای هم نمیپرسم صدام رو داری؟ صدای من به قلب شما میرسه؟ به گوش شما میرسه؟ آیا واقعا صدام رو میشنوی؟ آیا میتونید به من قول بدید که سال دیگه در 18 تیری که میآید، که امیدوارم ایران آزاد شده باشه، اگه ایران آزاد شده 18 تیری در ایران جشن بگیریم، بر روی قبر خامنه ای ها، بر روی قبر تمام مزدوران خائن به ایران، من طرفدار بخشش آخونده نیستم، اینو رک و پوست کرده بهتون بگم، وارد این بحثم نمیشم. تا ما ایرانی های خارج از کشور بلیط هواپیما بگیریم خودمون رو برسونیم به تهران، همون جوان های دربند ایران ترتیب آخونده رو دادن. من به این باورمندم ایران آزاد بشه 18 تیری در ایران جشن بگیریم، جشن نه گریه، نذاریم، ما اهل گریه نیستیم، جشن میگیریم، شادی میکنیم. چرا؟ چون فرهنگ ایرانی شادیه. ولی به یاد 18 تیر که ما پهلوانانی داشتیم که سر خم نکردن در برابر ضحاک، اگر در شاهنامه فردوسی کاوه‌ای بود و فریدون، ما در 18 تیر 59 و در 18 تیر 78 پهلوانانی داشتیم از دو نسل گوناگون، ولی ما ایرانی ها لیاقت اونها رو نداشتیم. خیلی رک دارم با تون صحبت میکنم. وقتی ایران آزاد نشده بود، زبانم لال، در خارج از کشور از شما میخوام به من قول بدید 18 تیر دیگه تظاهراتی خواهیم گذاشت در شهرهای اروپا، در فرانسه، ایرانی هایی که فرانسه هستن برن جلوی خونه بنی‌صدر، تظاهرات 10,000، 15,000، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000، 100,000 نفره بذارید و با اون مزدور خمینی بچه آخون بگید بنی‌صدر خجالت بکش که قتل عام کردی، بنی‌صدر خجالت بکش عام کردی، بنی‌صدر خجالت بکش که قتل عام کردی، بنی‌صدر ننگت باد که نوکر ضحاک بودی. و اگه در واشنگتن هستیم، ما میریم در واشنگتن و فریاد میزنی به وایس آف آمریکا، خبرنگاران وایس آف آمریکا، وظیفه خبرنگاری شما لاس زدن با بنی‌صدر نیست. بنی‌صدر برای لاس زدنش در فرانسه ملیجک به اندازه کافی داره. وظیفه شما این بود که از بنی‌صدر انتقادی سوال میکردید که چرا گذاشتی پهلوانان ارتش ایران را انگوشتاشون رو قطع کنن. عباس پهلوان مقاله داشت چند سال پیش در روزنامه عصر امروزش، خود عباس پهلوان زندانی بود، عباس پهلوان می آوردید وایس آف آمریکا که خودش در زندان ابوالحسن بنی‌صدر بود و فردر نوشت در مقالش که صدای سربازان و افسران ارتش شاهنشاهی ایران که زیر شکنجه فریاد می زدن در تمام زندان پیچیده بود و عباس پهلوان اونها رو می شنید. چرا نیاوردینش؟ چرا نیاوردید همون عباس پهلوان رو می شونده جلوی ابوالحسن بنی‌صدر که از شکنجه شدن افسران ارتش شاهنشاهی بگه؟
چرا؟ چرا نیوردینش؟ مگه قرار نبود آزادی باشه؟ ببخشید صدام بالا میره. چطور شد زمانی که دکتر جلال متینی رو آوردید یک بار در وایس آف آمریکا به خاطر کتابی که در رابطه با مصدق نوشته بود بغل لفتش خانم نوشابه امیری رو نشوندید، همون خانمی که با هواپیمای خمینی به ایران برگشته بود و هنوز کاری جز توهین به پهلوی نداره رو کنار جلال متینی نشوندید در وایس آف آمریکا؟ چون جلال متینی مرد دانشمند و میهن‌طبع است، دو کلمه حرف حساب زد خانم نوشابه امیرون رفتار زشت رو انجام بده. چطور شد مهران ملکی رو از تلویزیون وایس آف آمریکا وقتی صحبت تاریخی میکرد اول بردینش یه برنامه بانوان، سه نفر خانم نمیدونم با چه عقایدی نشوندید تلوش، بعد دیدید اونجا هم نمیتونید جلوشو بگیرید دیگه نبردینش وایس آف آمریکا؟ چه شد سور اسرافیل ممنوع صحبت شده؟ ولی من میگم 18 تیر 59 رو میگم و اون روزی که من دیدم و من دیدم که مهران ملکی رو بردید کنار از وایس آف آمریکا، فهمیدم، حتی قبلش هم میدونستم، فهمیدم باید برم کنار همیهنانی بشینم که صدای من رو پخش میکنم. سال 2005 رادیو ایران بانان بودم، بعد یادش به خیر رضا فاضلی منو تلویزیون آزادی بود، اولین بار روی تلویزیون آزادی صحبت کردم، رادیو ایران بانان، رادیو صدای ایران، تلویزیون آریا مهران بودم. اون کلا دوستان دیگه، ما جلوی فاشیسم وایس آف آمریکا و بی‌بی‌سی رو میگیریم. خانم آقایون، اون روزی که دیدم آیت محققی رو و روانشادان دیگری رو شکنجه میدن میکشن، همه تهران میدونست داره چه خبره، همه تهران میدونست اینا رو دارن شکنجه میدن. فراموش نکنید، فراموش نکنید این مردم ایران، این مردم ایران که سکوت کردید در اعدام تیمسار آیت محققی و یارانش. میدونید بچه بلایی سر فرزندان خودمون اومد، سر برادرانمون اومد، سر پدرانمون اومد؟ میخواید براتون بگم ملتی که در اعدام و شکنجه پهلوانان سکوت بکنه میدونید چه بلایی بر سرش میاد؟ میخواید بهتون بگم چه بلایی سرشون میاد؟ فکر کنید ذره. 31 شهریور ارتش عراق به ایران حمله کرد. حالا فهمیدید چه بلایی بر سر ملتی میاد که سکوت بکنه در برابر شکنجه ارتشیانش؟ اون موقع است که وقتی بیگانه ببینه مردم کشورش ارتشیان میهن‌پرست خودشو میذاره بکشن، اون موقع صدام حسین شغال بیشه انیرانی به ایران میتازه، به زنان خرمشهر و خوزستان تجاوز میکنه، به کردستان ایران میتازه، گاز شیمیایی در سر مردم ایران میندازه. چرا؟ چون عقابان آسمان ایران زمین تیمسار آیت محقق رو ما تنها گذاشته و هنوزم تنها میزه و هنوزم تنها میزه و هنوزم تنها میزه. تیمسار آیت محقق رو براتون میخونم و افسوس میخورم که در این صحبتش اشتباه کرد، پوزش میخوام اشتباه کرد. تیمسار آیت محققی در محاکمه خودش به آخوند ریشهری رفیق آقای نوریزاده و سازگارا گفت، یادم هست که در یک بازجویی قبلی یعنی شکنجه به شما گفته بودم که ممکن بود در 2 ساعت اول حداکثر 20% از ارتش یا مردم از ما حمایت کنند، ولی بعد از 2 ساعت اول حداقل 40% حمایت خواهند کرد، تا غروب 80% و تا صبح روز بعد احتمالاً 100%. خیر، آیت محققی، مردم ایران مانند نوریزاده و سازگارا خیلی هاشون فکر میکردن بیخیال باشن بهتره، ولی نمیدونستن با همین بیخیالیشون کاری کردن که صدام حسین به ایران حمله کنه و نزدیک 500,000 ایرانی یا بیشتر رو بکشه، نزدیک 2-3 میلیون ایرانی نقص عضو پیدا کنن، 3 یا 4 استان ایران خالی از سکنه بشه، خرمشهر و آبادان و اهوازمون نابود بشن. بله، ولی من امروز به مردم ایران میگم، مردمی که پهلوانان و نخبگان خودشون رو
دست تنها بذارن پشت نخبگانشون رو خالی کنن، این بلا سرشون میاد. اگه اجازه بدن اتاق فنیون اجازه بدن لطف کنن اون کلیپی رو که مطمئنم همه دوستان بارها مشاهده کردن لطف کنن، کلیپی از درباره قیام شاهروخی، قیام مردان و دلیران شاهروخی که ما تنهاشون گذاشتیم اون رو آماده هستش؟ لطفاً کلیپ شماره دو رو پخش کنید. سپاسگزارم. همونزشان صحبت بود و درست تاریخ دقیق بخاطرم نیست، ولی فکر میکنم شاید در حدود الان نمیدونم امروز چند و نمیدونم چند شنبه است، ولی فکر میکنم شاید در حدود 15 روز 16 روز که 20 روز به ما رمزم بشته. حالا توضیح بدید که خود طرح چی بود و کی این طرح رو به شما ارائه کرد که نشستید برای تصویر گیری، یا خودتون این طرح بودید؟ طرح دقیقی که شما فکر بکنید که روی کاغذ بوده بود، متخصصین اومده باشن نوشته باشن و همچین چیزی در کار نبود. یه روزی به من گفتن که ما میخواییم مهرآباد بگیریم و از مهرآباد عمل بود. من گفتم این کار چی گفت؟ همون افسر رابط، همون شما خودتون در ریختن تر دخالت داشتید یا تر جای دیگه؟ تر جای دیگه ریخته شده بود. من گفتم مهرآباد صلاح نیست بلا دیگه، تقریبا یه جای خیلی شلوغی واقع شده و اگر بخواید مهرآباد حفظ بکنید یا بایستی واقعا آدم کشی کرد، یعنی که باید واقعا قوی بود از داخل مهرآباد، از خود مهرآباد، و چون با هیچ کدومش نبود، یعنی نه از داخل قوی بود از عوامل انقلابی و نه خودشون اونقدر میتونستن یا میخواستن یا نیت این بود که آدم بکشن، یه پایگاه ایزوله ای که مثل شاروخی بود در نظر گرفته شد که اونم من پیشنهاد کردم و تاثیرم کرد. حتی آقای هیدری غیر از این تو میگن، آقای هیدری از تیپ نوهد استوار هیدری که تشاخر ایشون میگن که اینکه علت این دلتا چند علت بیاره برای این که پایگاه شاهروخی انتخاب شده و دلیلش هم یکی از دلالی میارن اینه که اون چون پایگاه مادر بوده و مدت ها میتونسته مورد استفاده واقع بشه. از این جهت من همونی که عرض کردم، من آقای هیدری رو نمیشناسم و فکر میکنم که آقای هیدری در تخصص خودش اگه صحبت کنه بهتر باشه. پایگاه مهرآباد پایگاه مادر برای تمام پایگاه ها بود، شاروخی از مهرآباد زاییده شد، ولی در حال حاضر تصدیق میکنم که شاروخی از پایگاه های دیگر قدرتش بیشتر. ولی من دلیل انتخاب هم رو دلیل انتخاب این نبوده های قدرت بیشتری باشه. قدرت بیشتری ما دلیل انتخاب من این بود که آدم کمتر از بین بره. حالا با این بمباران هایی که بمباران برای جایی نبود، بمباران فقط برای اونطوری که در کیفر خواست بود، برای مردم عادی نبود، بمباران بود برای به طور طبیعی. خب مردم عادی هم این مناطقی که هست در میان مردم دیگه، به طور طبیعی مردم هم بمباران میشن دیگه. به طور طبیعی نه، با تهران دوزه بمباران نبود اونطوری که برستون سمد. خب اون توضیح بدید که چه کار به شما محول کرده بودن و چگونه عمل کردید؟ کاری که به من محول شد، من فرمانده عملیات هوایی بودم. اول توضیح بدید که چی کار رو محول کرد؟ نمیدونم چه کسی، شاید یه گروهی که نشسته بودن دور هم دیگه تصمیم گرفته بودن، ولی از روی درجه من مسنترین و پیرترین این آیونی که اینجا و یعنی از تیم مهدیون شما بودید؟ خیر، تیم سار مهدیون در عملیات هوایی شرکتی نداشت. عملیات زمینی برای شرکت تیم سار مهدیون شاید در عملیات زمینی شرکت میکرد، شاید نمیکرد، ولی در عملیات هوایی شرکت نداشت و عملیات هوایی به عهده من بود و قرار بود که پایگاه شاروخی گرفته بشه. من
من مثل روزهای عادی که میرم سر کارم بیام برم درخواست فرمانده اونجا و دو سه تا هدف از قبل داشتیم، ماموریت‌های کوچیکی داشتیم از قبل اونا رو انجام بدید و بعد از طریق پست فرماندهی اون ماموریت‌های دیگری که برخلاف یک نیت انسان و ایرانی نباشه به ما داده بشه ما انجام بدیم. نه بمباران تهران، همچین چیزی رو هیچ کدوم اینا نخواهم کرد، من نمی کنم، غیر ممکنه بکنم. بارها گفتم ملت ایران بستگی داره که شما بخواید چطوری تو ترسیم بکنید، تجسم بکنید. ملت ایران برای من مادرمه، خواهرمه، رفیقمه، اقوامه، فرق نمی کنه. ولی اگر قرار بشه که یک دونه هواپیمای F-14 با موشک فنیکسش بیاد بخواد منو بزنه، منم سعی میکنم اونو بزنم. اگر منزل امام تو طرح نبود که بمب، منزل امام در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود، احیانا زدن پل یا یک نقطه‌ای سر جایی که جاده بتونه بند بیاد، نه از بحریوش تانک و وسایل سنگی موتوریزه بتونه رد بشن بود که به ما داده بشه. فران نقطه مثلا به فرض پل سفیدرود مغز یا یه جایی پل قزوین رو بزنیم مثلا. ایشون یادتون باشه که همچین تو ذهن من اگه اشتباه نکنم، شما گفتید که من بنا بود که فرمانده کماندوست باشم و مهدی جون مثل که فرمانده نیرو باشه، همچین تعبیر من یادم اگه من بنا بودش که در از پست فرماندهی که همون کمند پست پایگاه شاروخی بود، سیستم به یک جایی بستگی داره، یک شخص یا از نظر نفوذ کلامی، شخصیتی، مقامی، هر چیزی، بله هر جایی در ایران آیت الله خمینی بزرگترین شخصیت سیاسی، شخصیت رهبری، شخصیت دینی، شخصیت قبول داشتن، یه نفر پذیرا بودن دارند. بس سیستم خوب بهشون بسته، یعنی برای اینکه سیستم از بین بره مجبور بودید که ایشون فکر میکنم جوابتون باید بدم اگر بخوام راست بگم. فکر میکردید با اینکه منزل ایشون کوبیده بشه و ایشون رو از بین ببرید اون وقت اکثریت مردم با شما چه میکنن و با حکومتی که شما میخواید تشکیل بدید چه میکردید؟ اینو من قبلنم یک بار سوال شده دم و عرض کردم که به ما تفهیم شده بود، گفته بودن که در دو ساعت اول ممکنه که حد اکثر 20% ارتش و یا مردم از ما حمایت بکنه، بعد از دو ساعت اول تا ظهرش حد اقل، اولی رو عرض کردم حد اکثر 20%، اینو گفته بودن، تفهیم کرده بودن، حد اقل 40% از مردم و ارتش از ما حمایت خواهد کرد و تا غروب این ریت میرسه به 80% و از هر دو صبحش 100% مردم، ارتش، همه کس از ما حمایت خواهد کرد. من کردم شما فکر میکنید این مردمی که علاقه به امام دارن تا سرحد فداکاری اون وقت چطور چیکار میکردید با این مردم؟ این مردم یعنی 100% به مرتبه تغییر عقیده میدادن فردا؟ اینطور به ما گفته بودن، آقا من عرض کردم که اینطور به ما تفهیم کرده بودن، اینطور به ما گفته بودن که الان میترسن. الان من شما پذیرفته بودید آقا، چون مردم امتحان شدن در این مدت پیش از انقلاب و بعد از انقلاب، نه همه هستن که درود به خمینی میگفتن و جلوی گله میرسن که حالا همون هم دیگه عوض نشدن. فکر نمیکردید با این مردم دوباره باید چه کرد؟ آقا من خدمتتون عرض کردم که با مردم عادی
عادی رو روش تکیه میکنم. کسی کاری نداشت. مردمی که با شما مقاومت کردن، همین مردم عادی بودن که در برابر رژیم شاه مقاومت کردن دیگه، همین بودن. با همین مردمی که در مقابل رژیم شاه مقاومت کردن ما کاری نداشتیم. خب اون موقع عده نداشتن، حالا عده دارن دیگه. اینا رو به ما گفته بودن در داخل خیابون ها نخواهند. دوستان عزیز، کلیپ کمی طولانی بود ولی من خواستم همش رو پخش کنم چون وظیفه‌ام بود. من فکر کنم امروز دیگه نرسیم کلیپ حرمسرای ناصرالدین سلطان قاجار رو پخش کنم براتون، چون وقت برنامه امروز من فقط یه ساعته. چهارشنبه اینو ادامه خواهم داد. پوزش میخوام ازتون، قول داده بودم هر برنامه 5 دقیقه اینو پخش کنم ولی فکر نکنم امروز وقت برنامه برسه، برای اینکه چیزای دیگه مطالب دیگری برای گفتن دارم. 5 دقیقه بعدی اون حرم سرای قاجار که هست هر هفته براتون پخش میکنم، هر روز هر برنامه‌ام براتون پخش میکنم و روز چهارشنبه ادامه میدم. شما میدونید برنامه من روزهای دوشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه است و امیدوارم حمایت کنید از برنامه من. دوستانی که میخوان به من با من تماس بگیرن از طریق فیسبوک، آیدی من هست خسرو فروهر، تماس بگیرن و در خدمتشون هستم. دوستان عزیز، صحبت‌های روانشناس تیمسار آیت محققی رو گوش کردید، دیدید. من در رابطه با آقای ابوالحسن بنی‌صدر و حزب توده مطلبی رو براتون آماده کردم که بدونید چه خائنینی این کار رو انجام دادن. فراموش نکنیم شهران طبری، برادرزاده احسان طبری، الان یکی از مدیران رادیو فرداست. بله، شهران طبری. ها؟ و البته ایشون شاید بگه خب عموم حزب توده بوده، به خودم چه ربطی داره؟ نه، برنامه هاتونم شهران طبری، برنامه های رادیو فردا همون حزب توده است. انگاری رادیو حزب توده، یعنی آخوندیست به اضافه ایران ستیزی. و اینو برای چی گفتم؟ چون بدونیم که چرا وایس آف آمریکا و رادیو فردا و بی بی سی، خب وقتی شهران طبری تو این بی بی سی و وایس آف آمریکا رادیو فرداست، برادرزاده، فکر کنم برادرزاده احسان طبریه، خب موقع ما میفهمیم که دم خروس کجاست دیگه، چی زده بیرون. غیر از اینه که برنامه اینا همون خط مشی حزب توده است. ببینید حزب توده نظرش درباره 18 تیر 59 چی بود؟ یک مقاله بود از سایت رسمی حزب توده به نام اطلاعاتی که برای نخستین بار به قلم نورالدین کیانوری منتشر می شود. من این رو از روی سایت حزب توده مدت ها پیش دانلود کردم و سیف کردم، ضبط کردم روی کامپیوترم به عنوان سند تاریخی و در اینجا به قلم نورالدین کیانوری مسئله رو درباره اطلاع حزب توده از تدارک قیام شاهرخی و لو دادن اون به جمهوری اسلامی و همکاری با ابوالبنی‌صدر داریم، بخشی ابوالحسن بنی‌صدر، نگم ابولی. این به قلم نورالدین کیانوری خانم آقایون، سخنان نورالدین کیانوری از سایت حزب توده رو براتون میخونم. نورالدین کیانوری میگه چند روز پیش از حمله طبس و دقیقا چهارشنبه است ما اطلاع پیدا کردیم که گروه ضد انقلابی به رهبری شخصی به نام خادم که پسرش در کابینه بختیار وزیر بود در تدارک کودتای ضد انقلابی است. اینو نورالدین کیانوری میگه. این خبر چهارشنبه است توسط همسر زدیات فلانی، حالا اسمشو نبرده، به ما رسید و من شخصا، یعنی نورالدین کیانوری حزب توده، من شخصا کوشش کردم با ابوالحسن بنی‌صدر که همون روز یا فردایش در بندر عباس بود تماس بگیرم. تماس برقرار شد و من، یعنی کیانوری، میدونید کیانوری کیه دیگه، نوه شیخ فضل‌الله نوری، دبیر حزب توده، و من کیانوری به بنی‌صدر گفتم خبر بسیار مهمی به ما حزب توده رسیده که صلاح نیست در تلفن عادی به شما بگویم، کسی از افراد مطمئن خود را بگویید و ما تماس بگیرد تا به او اطلاع دهیم. او وعده داد ولی تماسی برقرار نشد. روز پنجشنبه و جمعه تعطیل بود و امکان دسترسی به هیچ مقامی نداشتیم. یعنی حزب توده برای خوشخدمتی به آخوندا، ببینید چی داره میگه، امکان دسترسی به هیچ مقامی نداشتیم. روز جمعه ارتش آمریکا در طبس فرود آمد و همان روز مجبور فرار شد. من، یعنی نورالدین کیانوری، صبح شنبه
اول وقت مقر ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر رفتن و در ملاقات با بنی صدر جریان را با مشخصات محل خبر به او گفتن. روز شنبه به ما خبر رسید که کودتاچیان دوشنبه قرار است قادس برای کودتاچیان دوشنبه قرار است قاصدی بیاید و با آمدن او معلوم خواهد شد که باید دست به عمل بزنند یا نه. ادامه دارم. بعد دوستان عزیز، نورالدین کیانوری از سایت رسمی حزب توده ادامه میده، میگه ما این جریان را هم به بنی صدر و هم به مقامات دیگر مثل دفتر امام یعنی همون آخوند هندی خمینی و دفتر آقایان خامنه‌ای و رفسنجانی کتباً اطلاع دادیم. الان که اسم رفسنجانی آوردم، بدونید تلویزیون بی بی سی، تلویزیون بی بی سی، تلویزیون رفسنجانی، رادیو فردا، رادیو حزب توده است، وایس آف آمریکا هم این وسط ها داره ورجه میکنه. میگه به مقامات دیگر مثل دفتر امام، دفتر آقایان خامنه‌ای و رفسنجانی کتباً اطلاع دادیم. روز همه پاسداران به خانه خادم میروند و این درست وقتی بوده که صدای کودتا نزد خادم جمع بوده، مسئول ادامه بررسی نقشه عمل بودن. این خادم اسم مستاره. خلاصه کوتاه میکنم داره اینجا کیانوری با مشخصات دقیق، ساعت دقیقه، تمام جریان دستگیری اینا رو میگه، چون وقتمون کمه کمی میان پایین. بعد اینجا ارتباط حزب توده رو با پاسداران جمهوری اسلامی رو براتون میخونم، نگاه هم به ساعته که وقت برنامه تموم نشه. کیانوری در پایین ادامه میده، میگه پاسداران انقلاب اسلامی تا آنجا که به ما اطلاع رسید بدونن که اسامی و نشانی مهمانان رو پرتجو کنن، از آنها میخوان به خانه خودشون برن ولی خادم رو با خود میبرن. بعد ادامه میده، میگه این جریان تا کودتای نوژه طول کشید، ما بهش میگیم قیام شاهرخی. در جریان رسیدگی به عاملین این کودتا معلوم شد که خادر اسم مستعاره از گردانندگان اصلی بوده، مهمانان خادر خانه و اعضای ستاد کودتا با فلان و بهمان بودن و بیشترشان از جنرال های بازنشسته دوران شاه بودن. اینم برای وایس آف آمریکا میگم که دو سه سال میشه برنامه گذاشته بود، شخصی رو آورده بودن اونجا، میگفت نه طرفداران پادشاهی نبودن. ادامه میدم براتون. حزب توده، این سخنان کیانوری بود. حالا ببینیم که جمهوری اسلامی چی میگه. روزنامه سلام در 26 تیر ماه سال 70 به گفته خودش به مناسبت سالگشت خونسا شدن کودتای نوژه نوشت چگونه کودتا لو رفت. اینا روزنامه سلام میگه، اون از حزب توده بود، اینا روزنامه سلام. میگه عامل نفوذی حزب منحلی توده در محافل بالای ضد انقلاب هیئت سیاسی حزب توده را در جریان یک کودتای در شرف وقوع قرار داد. روز دوشنبه 6/2/59 یک روز بعد از اعلام اقدام نافرجام آمریکا در تبعث، خادم یکی از کودتاگران خطاب به عامل نفوذی گفت، خادم اسم مستعار، منتظر دستور جدید هستیم، تا دوشنبه از پاریس پیام خواهد رسید، عمل کنیم یا نه. اخبار فوق به دفتر ریاست جمهوری گزارش شد، یعنی به بنی صدر. آن روز دوشنبه 8/2/59 گروهی از پاسداران رفتن خانه خادم را بحث کوتاه میکنن. یعنی شما میدید هم سایت حزب توده و هم روزنامه سلام این مسئله رو تایید میکنن. امیدوارم که صحبت های من با سند بوده. اگه اتاق فرمان اگه کسی تلفن کرد تلفن رو باز بذارید. اون یه نفر تلفن کرده بود. تموم داره میشه. اوکی. دوستان عزیز، من برنامه هام روز پنجشنبه 1:30، دوشنبه و چهارشنبه برنامه من 1 ساعته. شاید وقت روز کم بود نشد. پنجشنبه برنامه من 1:30. هر چی شما از برنامه من بیشتر حمایت کنید، هم وقت برنامه هام بهتر میشه، بازپخشش بهتر میشه، هم بیشتر با من خواهید. برنامه من مثل که چند دقیقه وقت دارم برای برنامه؟ خب به من میگن یه 2-3 دقیقه دیگه وقت تموم، برنامه من تموم میشه. کلیپ شاهنشاه یا مرا دیگه وقت نیست پخش کنم. کلیپی بودش که در رابطه با نفت ایشون صحبت کرده بود، اون رو در روز چهارشنبه شاید پخش کنم که به شما نشون بدم که جوری خبرنگار انگلیسی گریه میکنه جلوی شاه و التماس میکنه که به مردم انگلستان رحم کن. و شاهنشاه آریامه با یک لبخند خیلی پیروزمندانه جواب اون خبرنگار انگلیسی رو میده، به این خاطره که
بی بی سی در زمان اعدام ارتشیان ارتش شاهنشاهی شادی میکنه. برای همینه که تلویزیون رفسنجانی یعنی بی بی سی سخنی از قیام شاهرخی نمیکنه. برای همین شهران طبری فکر کنم یکی از مدیران رادیو فردای آمریکا باشه صحبتی نمیکنه. بانوان عزیز، آقایون عزیز، همینان عزیز من، برنامه من به پایان داره میرسه. خوشحالم که در کنار من بودید. من معمولا برنامه هم با سند و مدرک، امیدوارم سندی که براتون اساس به توله خوندم مورد قبول شما واقع شده باشه. میگم وقت برنامه امروزم کم بود، ولی میخواستم این برنامه امروز رو با همه وقت کوتاهی که داشتم به قیام شاهرخی بگم و کمی از قلب خودم به عنوان یک کودک آن زمان به شما بگم. احساسم چی بود وقتی ابوالحسن بنی صدر رذیلانه آمد و چنان با اون لبخند کریه آخوندیش اومد و اون صحبت‌های زشت رو درباره بزرگان ارتش شاهنشاهی گفت. جمیله قایقبر رو در میزگرد روز یک شنبه گفتم. جمیله قایقبر بیوه یک افسر ارتش شاهنشاهی، جمیله قایقبر همسر غلام حسین قایقبر که تیرواران شد در قیام شاهرخی، و صحبت خودم رو با صحبت ایشون میخوام به پایان بدم. ایشون میگه از این که مردم ایران اینها رو تنها گذاشته بودن، میگه حال تصور کنید حال و روز خانواده های را که عزیزی از میان آنها در مقابل این توهکاران بدکاری ایستاده است و تا نثار جان خود برای نجات خود و ملتش با آنها جنگیده است، یعنی با جمهوری اسلامی. جمیله قایقبر همسر افسر ارتش شاهنشاهی غلام حسین قایقبر میگه من جمیله قایقبر هستم، زنی ایرانی و ایران دوست که سعادت و افتخار همسری و لیاقت برخورداری از عشق و محبت دلاوری از سرزمینم را داشتم که به اتفاق دیگر یاران دلاورش از ارتش پرافتخار شاهنشاهی ایران در خیزش شاهرخی خون پاکشان را نثار آزادی کشورشان کردم. همسرم غلام حسین قایقبر را با چند تیری که در بدن داشت زخمی با تزریق مورفین با تنی غرقه در خون به پشت میز بیدادگاه فرمایشی و ضد ایرانی آوردند، جای ابوالحسن بنی صدر خالی، و در سپیددم پسین روز سینه پرفرارش را با گلوله سوراخ سوراخ کردند. او برایم پسری به یادگار نهاده، پسری که از شنیدن داستان زجرآور گلوله خوردن پدرش در هنگام دستگیری میهن پرستیش رشایت و ایستادگی تا پای جان در دفاع از شرف سربازیش و کشتار سبعانش به آنچه گردیده که تنها مرهم زخمهای روحیش نابودی این نظام و قاتلان پدر جوان و جوان مردش میباشد و بس. ببخشید که سریع خوندم چون وقت برنامه هم تموم شده. دوستان عزیز بیاید قیام کنید، جمهوری اسلامی رو براندازی کنید تا پسر غلام حسین قایقبر به ایرانی بودنش دوباره بتونه افتخار کنه. سپاسگزارم که با شما هستم. میدونم که او افتخار میکنه به ایرانی بودنش، ولی ما بهش نشون بدیم که در کنار او هستیم. خون پدرش رو فراموش نکردیم. خون سیاوش ها هرگز در ایران فراموش نمیشد. سوگ سیاوش یعنی سوگ غلام حسین قایقبر، سوگ آیت محققی، سوگ تیمسار مهدیون، سوگ تمام اونهایی که جونشون رو برای آزادی ایران از دست داده. سپاسگزارم که با من بودید. وقت برنامه هم تموم شده. مرگ بر جمهوری اسلامی، ننگ و نفرین بر بنی صدرها، ننگ و نفرین بر نوریزاده ها، ننگ و نفرین بر سازگارها، ننگ و نفرین بر وایس آف آمریکا، ننگ و نفرین بر موسوی و کروبی، ننگ و نفرین بر خامنه ای، ننگ و نفرین بر رفسنجانی. مرگ بر جمهوری اسلامی. بیاید ایرانی باشیم، آینده ایران، و با امید اون روزی که بتونم در پس از براندازی جمهوری اسلامی در یک رفراندوم مستقیم آزاد رأی خودم رو پادشاهی پارلمانی بدم. آینده ایران، آینده ایران. سپاس از همه دوستان در دوستان فنی در تلویزیون و سپاس از شما بینندگان. بدرود. من از شما رهبران سیاسی جهان میخواهم تا به دور از اختلافات‌های عقیدتی و با توجه به موقعیت تاریخی حساس و استثنایی کشورمان نیروهای خود را برای نجات میهن به کار برند. من از همه شما هموطنان عزیزم میخواهم تا به ایران فکر کنید. همه به ایران فکر میکنید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنید.